خب بچه ها الان میخواییم یاد بگیریم که چه موادی در چه موادی حل میشن و محلول چیه کلن. ببینید به طور کلی اگه نیروی جاذبه دو تا ماده که با هم داریم توی هم حل میکنیم شبیه باشن، این دو ماده میتونن به صورت یک نواخت تو هم پخش بشن و یه مخلوط همگن به اسم محلول رو به وجود بیارن. دانشمند ها معمولا از عبارت شبیه شبیه رو حل میکنه استفاده میکنن. اول بچه ها تعریف محلول رو بلد باشین. محلول یه مخلوط همگن، همگن یعنی یک نواخته، از دو یا چند ماده است. میتونه یه دونه حلال باشه، یه دونه حل شونده، میتونه یه حلال باشه، چندین حل شونده. بر همین گفته از دو یا چند ماده است. اگه بگه فقط دو غلطه، ممکنه مثلا دو تا حل شونده داشته باشیم یه حلال. از دو یا چند ماده است، کم حالت فیزیکی همه جا یکسانه، کم ترکیب شیمیایی تو سر تا سر اون یکسان و یک نواخته. بچه ما محلول گازی داریم، محلول گازی مثل هوا، هوایی که ما نفس میکشیم، هوایی که ما نفس میکشیم مثلا N2 حلالشه، بقیه اکسیژن، آرگون، کربون دی اکسید اینا اونا حل شوندن. هوایی که ما نفس میکشیم یه محلول گازیه، همه جا حالت فیزیکیش گازه. یا سکه بچه، سکه یه محلول جامده، چند تا فلز توی هم حل شدن. ما فقط محلولامون مایع نیستا، ما محلول گازی داریم مثل هوا، محلول جامد داریم مثل سکه، ما محلول مایع هم داریم. خب مثالش خیلی دیگه زیاده. پس محلول مخلوط همگن از دو یا چند ماده است، کم حالت فیزیکی و هم ترکیب شیمیایی، سر تا سر شکسان و یک نواخت باشه. بچه ها قطبی ها تو قطبی ها حل میشن، قطبی ها تو قطبی ها حل میشن. مثلا مثال ساده بزنم، های سی ال یه ماده قطبیه، در آب که قطبیه حل میشه. H2S یه ماده قطبیه، در آب که قطبیه حل میشه. ناقطبی تو ناقطبی حل میشه. مثلا یود I2 جور هسته است، ناقطبیه. هگزان هم 3-6-14 هیدروکربن ناقطبیه. ناقطبی تو ناقطبی حل میشه. ولی قطبی اینطوری، قطبی تو ناقطبی حل نمیشه، یا ناقطبی تو قطبی حل نمیشه. مثلا هگزان ناقطبیه، آب قطبیه، اینا توی هم حل نمیشن. آب و هگزان مخلوط همگن نمیدن، محلول نمیدن. پس تا الان چیزی که یاد گرفتی، قطبی تو قطبی شبیه تو شبیه حل میشه، ناقطبی تو ناقطبی شبیه تو شبیه حل میشه، ولی قطبی و ناقطبی در هم حل نمیشن. اونایی که پیوند هیدروژنی دارن، تو اونایی که پیوند هیدروژنی دارن حل میشن، مثل متانول در آب. متانول 3H3 OH پیوند هیدروژنی، H2O هم پیوند هیدروژنی، تو هم حل میشن. اتانول در آب هیدروژنی داشته باشه، تو هیدروژنی حل میشه. بچه ها ترکیب یونی در آب حل میشن. یونی سر مثبت منفی داره، توی ماده قطبی که سر مثبت منفی داره حل میشه، توی ماده ناقطبی حل نمیشه. تازه یاد دقت کنید که هر مولکول قطبی هم نمیتونه ترکیب یونی رو تو خودش حل کنه. اتانول نمیتونه ترکیب یونی تو خودش حل کنه، باید قطبیت زیاد باشه. پس با هم قطبی تو قطبی حل میشه، ناقطبی تو ناقطبی حل میشه، قطبی تو ناقطبی شبیه نیستن حل نمیشه، هیدروژنی شبیه هم حل میشه. ترکیبات یونی که سر مثبت و منفی دارن در مواد خیلی قطبی مثل آب حل میشن، توی ناقطبی حل نمیشن، تو مواد خیلی قطبی حل میشن. یادتون باشه ترکیب یونی اگه قرار باشه تو چیزی حل بشن آبه، فقط توی آب حل میشن، توی محدوده کتاب درسی شما تو حلاله ناقطبی حل نمیشن. بعضی مثاله خاصه کتاب درسی، سروم فیزیولوژی که میگن محلول NaCl در آبه، 0.9% جرمی NaCl. ضد یخ اتیلن گلیکول در آبه،
که اتیلن گلیکول کربن کربن اوهاش اوهاش بود، اینجا هم هاش داشت. ضد یخ اتیلن گلیکول در آبه. بچه ها از اینجا به بعدشون چندین حل شونده دارن، یعنی محلولشون بیش از دو جزئه، بیش از دو جزئه، یعنی یه دونه حلال دارن چندین حل شونده. از اینجا به بعد گلاب، گلاب چند ماده عالی در آب حل شده، مخلوطی همگنه. گلاب یه دونه محلوله بچه ها. گلاب معمولا الکل داره، یه مدل الکل خاصی داره. اون بوی خوب گل محمدی ناشی از وجود ترکیبات الکلی درشه. گلاب مخلوطی از چند ماده عالی در آب، گلاب آب حلالشه، این حلاله، چند ماده عالی حل شونده است. پس بچه ها اگر آب گلاب، گلاب حلالش آبه، یه محلول آبیه، نگه گلاب یه محلول عالیه ها. الان جلوتر میخونیم اینها 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 اگر اینجا اگر حلالتون آب باشه بهش میگن محلول آبی، اگر حلالتون عالی باشه بهش میگن محلول غیر آبی. پس اگر حلالتون آب باشه محلول آبیه، اگر حلال مواد عالی باشه مثل اتانول، استون، هگزان، اینا محلولای غیر آبی هن. نگه گلابی محلول غیر آبیه، یه محلول عالیه، اینا غلطه ها. گلاب، گلاب محلول آبیه، مخلوطی همگن از چند تا ماده عالی در آبه. هوای پاک محلولی از گاز هاست، حلالش هم اندوه. آب دریا، آب دریا مخلوطی همگن و محلول کلی حل شونده تو خودش حل کرده، اینا همشون داره چندین حل شوندن. بنزین بچه ها این تو کتابتون بوده دیگه نیست، ولی بلد باشین بد نیست. بنزین مخلوطی همگن از چند هیدروکربن متفاوت از 5 تا 12 اتم کربونه، این دیگه تو کتاب نیست. به طور میانگین اون رو اوکتان یا 38 تا 16 در نظر میگیرن، یه محلول ناقطبیه. مواد ناقطبی رو تو خودش میتونه حل کنه، مگه حلالش ناقطبی نیست؟ پس مواد ناقطبی تو خودش حل میکنه یا در بنزین مثلا حل میشه. بعد بچه ها تعریف بعدی که باید بلد باشین تعریف حلاله. حلال دو تا ویژگی داره، اولا حل شونده رو تو خودش حل کنه، دوما شمار مولاش بیشتر باشه. مولشا نجر حلال حل شونده رو تو خودش حل میکنه، شماره مولاش بیشتره. اگه حلال مورد استفاده ما آب باشه محلول آبیه، حلال مورد استفاده ما عالی باشه محلول غیر آبیه. بنزین خودرو محلول غیر آبیه چون آب نداره، حلالش آب نیست. یود در اگزان محلولش غیر آبیه چون آب نداره. بچه ها فراوانترین حلال، رایجترین حلال تو طبیعت آبه. فراوانترینش آبه، رایجترینش آبه، هم تو طبیعت، هم تو صنعت، هم تو آزمایشگاه. خیلی تو دسترسه، خیلی تو دسترسه، نسبت به بقیه هم ارزونتره. فراوانترین و رایجترین حلال در طبیعت، صنعت، آزمایشگاه آبه، زیرا میتونه بسیاری از ترکیب یونی و مولکولی تو خودش حل کنه. اتانول بچه ها میدونید دیگه، اول اتانول قطبیه. چرا قطبیه؟ نگاه کنید این کربن کربن هاش هاش او هاش، اینم حالا سه های سه بنویسید. اینو اتم مرکزی اگه در نظر بگیرم اطرافش متفاوته، یه ورش هاش و هاشه، یه ورش سه های سه است، یه ورش او هاشه. اتانول بچه ها، اتانول چون اطراف این کربن متفاوته یه حلال قطبیه. اتانول یه حلال قطبیه، گشتاورش بزرگتر از صفره،
توی مواد دارویی، آرایشی، بهداشتی به کار میره. مواد آرایشی بهداشتی مثلا نمیدونم این ضد عفونی کننده مثلا مواد بهداشتی. آرایشیش که حالا بی خیال، مواد دارویی هم توی یه سری شربت که بهش میگن الکسیر توی اونا هست. استون هم قطبیه، استون هم یه دونه حلال قطبیه، استون یه حلال قطبیه، استون یه حلال قطبیه. سه های سه، سی او سه های سه. بچه ها دو برای این اتم مرکزی، این اتم مرکزی دو برش سه های سه است، یه برش اوه. چون اطرافش متفاوته، چون اطرافش فرق داره، استون هم قطبیه. این یه نکته یاد بگیرین. اتانول اوهاش داره، اتانول سه های سه، سه هاش دو، اوهاش پیوند هیدروژنی داره. استون، استون، استون پیوند هیدروژنی نداره. سی او سه های سه، سه های سه پیوند هیدروژنی نداره، واندروالسیه. هر دوتاشون بچه ها، این قطبیه، این هم قطبیه. این گشتاورش بزرگتر از صفره، این هم گشتاورش بزرگتر از صفره. اگه نقطه جوش بپرسه، نقطه جوش بپرسه، میگم اتانول بیشتر از استون. چرا؟ چون هیدروژنی داره، هیدروژنی نداره. گشتاور دو قطبی هم بپرسه، گشتاور دو قطبی هم بپرسه، گفتم موادی که دارای پیوند هیدروژنی باشن، گشتاور دو قطبیشون، گشتاور دو قطبی اتانول، گشتاور دو قطبی استون. اگه پیوند هیدروژنی داره، اگه پیوند هیدروژنی داره، گشتاور دو قطبیش هم بیشتره. گشت اولا اتانول و استون مقایسش مهمه. هیدروژنی داره، هیدروژنی نداره. هر دو قطبی، هر دو گشتاور بزرگتر از صفر، نقطه جوش اتانول بیشتر، هیدروژنی داره. گشتاور دو قطبی اتانول بیشتر، پیوند هیدروژنی داره. اینم از این. بچه‌ها هگزان تقریبا چون هیدروکربونا رو گفتیم از قطبیت پیوند کربن و هیدروژن صرف نظر می‌کنیم، هگزان تقریبا ناقطبی. حلال مواد ناقطبی، ببین اینجا رو ببین، این که قطبیه، اینم قطبیه، این ناقطبیه. پس اگه ناقطبیه شبیه در شبیه حل می‌شود، حلال مواد ناقطبی. رقیق کننده رنگ تینر همون هگزانه. پس من یه جمع‌بندی کنم. ما حلال دو مدل داریم، یا حلالمون آبه که به محلولش میگیم محلول آبی، یا حلالمون غیر آبه، حلالمون آلیه که بهش میگیم محلول غیر آبی. این جمع‌بندیمو خوب گوش بدین. یا حلالمون آبه میگیم محلول آبی، یا حلالمون یه ماده آلیه بهش میگیم محلول غیر آبی. آب چون قطبیه، چون قطبیه، حلال مواد قطبی. خب اینجا جمع‌بندیمو خوب گوش بدین. این حلالای آلی سه دست است. اولیش هگزان. هگزان چون ناقطبیه، شبیه تو شبیه حل میشه، حلال مواد ناقطبی. اسم دیگرش تینره، یادتون باشه. بعد استون و اتانول، اینا قطبی هن بچه ها، اینا قطبی هن، حلال مواد قطبی هن. فقط استونه یکم وروجکه. استون با این که قطبی است، ولی هم مواد ناقطبی رو تو خودش حل میکنه، هم مواد قطبی رو تو خودش حل میکنه. این استثنای کتابتونه. مواد ناقطبی مثل چربی، مواد قطبی مثل آب. خیلی خفنه بچه ها. یه جمع‌بندی رو هم بریم. حلال اگه آب بود محلول آبیه، قطبیه، حلال مواد قطبی. اگه آلی بود هگزان ناقطبیه، حلال مواد ناقطبی. این دوتای دیگه قطبی هن، حلال مواد قطبی. اما استون
هر دو ماده رو میتونه حل کنه، استثنای کتابتونه. استون با اینکه قطبیه هم مواد ناقطبی مثل چربی رو حل میکنه، هم مواد قطبی مثل آب رو حل میکنه. استون در واقع شبیه صابونه، هم مواد قطبی رو حل میکنه هم مواد ناقطبی. برای همینه که توی آزمایشگاه برای شستن ظرفا و خوش کردن ظرفا ازش استفاده میکنن. حلال چربی رنگ لاک ها استون، حواستون باشه. بعد بچه ها اتانول و استون قبلا هم گفتم به هر نسبتی در آب حل میشن، یعنی هر چقدر استون و اتانول تو آب حل کنی حل میشن، نمیتونی محلول سیر شده بسازی ازشون. و هر جا هم که تعریف حلال این بود مولش بیشتر بشه میشه حلال، هر جا اتانول و استون مولشون نسبت به آب بیشتر بشه اونا حلال به حساب میان، آب حل شونده. از اینا نمیتونیم محلول سیر شده تهیه کنیم. و بچه ها یه چیز دیگه هم یاد بگیرین، این شکل رو دیدین؟ هگزان و آب تو هم حل نمیشه، ولی تو این مرزی که دارن، توی مرزشون به میزان ناچیزی در هم حل میشن، خیلی کما ولی محلول به حساب نمیاد، به میزان ناچیزی تو این مرز در هم حل میشوند، به میزان خیلی ناچیزی. چگالی آب هم از هگزان بیشتره، چون آب پیوند هیدروژنی داره، نیروی بین مولکولیش قوی تره، چگالتره، متراکم تره. آب چگالتره، آب پایین وای میسه، هگزان بالا، آب پایین وای میسه، هگزان بالا. چگالی آب از هگزان بیشتره به دلیل پیوند هیدروژنی. این نکته هم بگیم. اینها اتانول و استون که گفتم در مخلوطه ناهمگن مثال زدم، مثل آب و هگزان اجزای مخلوط به میزان ناچیزی توی یکدیگر حل میشن، اما چشم پوشی میکنیم و محلول نیستند، محلول نیستند. شروع کنید حل کردن. تمرین یک، من منتظر شما. خیلی تمرین خوبیه، خیلی تمرین خوبیه. حل کنم. مخلوط آب و یخ محلول به حساب میاد زیرا ترکیب شیمیایی در سرتاسرش یکسانه. بچه ها علاوه بر این که ترکیب شیمیایی باید یکسان باشه، حالت فیزیکی هم باید یکسان باشه، که توی آب و یخ آب مایع است، یخ جامد. چون حالت فیزیکی یکسان نیست محلول به حساب نمیاد، چون حالت ببینید اگر میخواید چیزی رو بگید محلول، هم حالت فیزیکی و هم حالت شیمیایی باید یکسان باشه. درسته که اینا، درسته که اینا ترکیب شیمیاییشون H2O یکسانه، ولی حالت فیزیکیشون یکسان نیست، محلول به حساب نمیان. میگه هر حلالی که بتونه چربی رو حل کنه تو آب نامحلوله. غلط. استون به هر نسبتی در آب حل می شود. در مخلوط آب و هگزان اجزای مخلوط از یکدیگر جدا به هیچ عنوان در هم حل نمی شوند. غلط. به میزان ناچیزی حل می شوند که قابل چشم پوشیه. یود ناقطبیه، توی هگزان که ناقطبیه حل میشه، ولی در آب که قطبیه حل نمیشه. شبیه در شبیه حل می شود. ناقطبی توی هگزان که ناقطبیه حل میشه، توی آب که قطبیه حل نمیشه. یود در آب حل نمیشه، ناقطبی تو ناقطبی حل میشه، ناقطبی در قطبی حل نمیشه. در محلولی که 46 گرم اتانول داره، 46 رو جرم تقسیم بر جرم مولی میشه 1 مول اتانول، 36 گرم آب جرم، ببین من اینجا رو مرتب کنم، جرم تقسیم بر جرم مولی میشه مول، 46 هم 1 مول اتانول، 36 تقسیم بر 18 36 تقسیم بر 18 2 مول آب. میگه اتانول حلاله چون جرمش بیشتره. غلط. اونی که مول بیشتری داره حلاله، آب حلال است زیرا مول بیشتری دارد. حلال اونیه که مولش بیشتره نه جرمش.
حلال اونیه که مولش بیشتره. 46 گرم اتانول یه موله، 36 گرم آب دو موله. حلال آبه چون مول بیشتری داره، چون مول بیشتری داره. حلال آبه، به جرم نیستا، به مولشه. حلالو از رو مول میگن. بچه ها اولا که کی بریم درس بعدیمون، فرایند انحلال از نمایی نزدیکتر کی انحلال رخ میده. من یه شکلی بکشم، فرض کنید اینا یه سری دوتا اکیپ بکشم خب این دخترها رو بذارم، این دخترها لاغر، سه تا دختر لاغر بکشم آه دیگه ببخشید نقاشی بده، سه تا دختر لاغر بکشم. خب اینا یه سری دختر، بعد این ور رو ببینید، دو تا دختر تو پولم بکشم، خوب گوش بدین، اینا هم یه سری دختر. اگه قرار باشه اینا داخل هم حل بشن، بچه کدومو حلال میگیرین کدومو حل شونده؟ اینی که تعدادشون بیشتره اینو میگیریم، مولشون بیشتره، سه مولن دیگه، اینا سه مول، اینا میشن حلال، اینا دو مول میشن حل شونده. اولا اینو یه یادآوری کردم، اونی که مول بیشتری داره تعداد بیشتری داره حلاله، اونی که تعداد کمتری داره حل شونده. ببینید اینا دوتا اکیپن اینا با هم دوستن، اینا یه ارتباطی بینشون هست، اینا با هم دوستن، این دوتا هم با هم دوستن، یه ارتباطی بین اینا هست. اگه بخوام از حلال و حل شونده، ببین من دارم با یه مثالی میگم که بفهم، اینا یه ارتباطی با هم دارن، یه جاذبه ای با هم دارن، ذرات حلال، ذرات حل شونده هم یه ارتباطی با هم دارن. اگه بخوام این دوتا اکیپ رو یکی کنم، یه اکیپ یک نواخت، یه اکیپ همگن به وجود بیارم، یعنی در واقع اینا با هم ارتباط پیدا کنن، با هم دوست بشن، این دخترها رو سریع من بکشم، این یه دونه، این دوتا، اینم سه تا، این توپولا بینشون باید بیفته، یه محلول یک نواخته دیگه، این توپولا هم بینشون، این چشاشون، این توپولا بینشون، این چشاشون، با همشون هم بخندن. اگه میخوام بین اینا ارتباطی به وجود بیاد، بین اینا یه ارتباطی به وجود بیاد و به صورت یک نواخت پخش بشن و محلول بشن، باید یه قضیه ای باشه. نگاه کنید، اولین چیزی که تو این شکل بهتون یاد دادم حلال و حل شونده بود، اونی که تعدادشون بیشتره مولشون بیشتره حلال، اونی که تعدادشون کمتره حل شونده. بین ذرات حل شونده یه جاذبه ای هست، یه دوستی هست، بین ذرات حلال هم یه دوستی هست. اگه قراره بین این دوتا اکیپ یه رابطه جدید، یه دوستی جدیدی به وجود بیاد به صورت یک نواخت، بعد این دوتا اکیپ با هم دیگه نسبت به حالت تنهاشون رابطه بهتری داشته باشن، با هم دیگه جاذبه بیشتری داشته باشن، با هم دیگه بهشون بیشتر خوش بگذره. یعنی تو حالت محلول هم این جاذبه‌ای که به وجود میاد از جاذبه حلال خالص قوی تر باشه، از جاذبه حل شونده خالص هم قوی تر باشه. ببین دو تا اکیپ با هم، دو تا اکیپ هن، این اکیپ با هم دوستن، این اکیپ هم با هم دوستن. اگه میخوام این دو تا اکیپ رو با هم یه جا کنم، باید کنار هم بودنشون نسبت به حالت تنهاشون بهتر باشه، براشون بیشتر بهشون خوش بگذره، جاذبه بیشتری برای هم دیگه داشته باشن. این یه دونه اکیپ، این هم یه دونه اکیپ. اگه میخوام این دو تا اکیپ رو ادغام کنم به صورت یک نواخت، میگم خب اینا یه رابطه‌ای با هم دارن با خودشون، اینا هم یه رابطه‌ای دارن با خودشون، بعد این رابطه جدیدی که بین اینا به وجود میاد نسبت به حالت‌های اولیه قوی‌تر باشه، بعد کنار هم دیگه بهشون بیشتر خوش بگذره نسبت به اون حالت‌های تنهاشون. یعنی این نیروی جاذبه‌ای که بین حلال و بین
حلال و حل شونده، حلال و حل شونده، حلال و حل شونده، حلال و حل شونده. این جاذبه جدیدی که تو محلولم قراره تشکیل بشه نسبت به حالت خالص حل شونده نسبت به حالت خالص حلال بیشتر باشه. پس به شرطی این دوتا اکیپ با هم قاطی میشن که این جاذبه جدیدشون نسبت به این جاذبه های قبلیشون قوی تر باشه و به عبارت دیگر جاذبه حلال و حل شونده تو محلول نسبت به حالت خالص و تنهاشون بیشتر باشه. این جاذبه جدید نسبت به جاذبه حلال خالص حل شونده خالص بیشتر باشه. در این صورت فرایند انحلال رخ میده. بچه‌ها ما دو مدل انحلال داریم، ما دو مدل انحلال داریم. یه انحلال رو بهش میگن انحلال مولکولی، یه انحلال رو بهش میگن انحلال مولکولی. من دنبال یه ظرف میگردم، من یه ظرف پیدا کنم که انحلال ها رو بهتون توضیح بدم. اولین چیزی که پس یاد گرفتیم قبل اینکه اینو بگم، فرایند انحلال هنگامی منجر به تشکیل محلول میشه که اون جاذبه جدیده توی محلول نسبت به حلال خالص و حل شونده خالص بیشتر باشه. جاذبه جدید نسبت به جاذبه های اولیه بیشتر باشه. در این صورت این دوتا اکیپ با هم مخلوط میشن، یه محلول به وجود میارن، یه مخلوط همگن یا یک نواخت. فرایند انحلال هنگامی منجر به تشکیل محلول میشه، مخلوط همگن میشه، که این جاذبه جدیدشون در محلول نسبت به جاذبهشون تو حالت اولیه بیشتر باشه. این دوتا یکی وقتی با هم یکی میشن که کنار هم بیشتر بهشون خوش بگذره نسبت به حالت اولیهشون. این از این. خب اما دو مدل انحلال داریم، انحلال مولکولی. انحلال مولکولی یعنی این بچه ها، یعنی یه دونه مولکول دارم بیفته توی آب، لابلای ذرات آب حل بشه، ساختارش هیچ تغییری نمیکنه، در بیارم این همون مولکوله. انحلال مولکولی انحلالیه که ساختار تغییر نمیکنه. این شکلیه، میندازیش تو آب از آبم در بیاری همین شکلیه. انحلال مولکولی انحلالیه که ساختار تغییر نمیکنه، هر شکلی بوده همونطوری میفته تو آب، بعد اگه از آبم در بیاری همون شکلو داره. به این میگن انحلال مولکولی. انحلال مولکولی انحلالیه که اینجا نگاه کنی، انحلال مولکولی، انحلال مولکولی اینها، انحلالی است که در آن ماده حل شونده قبل از حل شدن در آب به صورت یه ترکیب مولکولیه و پس از حل شدن هم دقیقا همون ساختار رو داره. ساختارش حفظ میشه، فقط میفته لابلای ذرات آب، مثل اتانول در آب، استون در آب، یود در هکسان. اینا انحلال های مولکولیه. فرض کن، نگاه کن، اتانولو در آب بندازی همینطوری میمونه، در بیاری بازم اتانوله. استونو این ساختار قبل از حل شدن بندازی تو آب حل بشه، باز همون ساختار رو داره. یود در هکسان باز همون ساختار رو داره. ساختار خودشون رو حفظ میکنن، ماهیتشون رو حفظ میکنن. بعد بچه ها اگه اتانول در آب حل میشه، پس جاذبه اینها، پس اگه اتانول در آب حل میشه پیوند هیدروژنی داره، پیوند هیدروژنی داره، هیدروژنی هیدروژنی توی هم حل میشن، قطبی قطبی در هم حل میشن، ناقطبی ناقطبی در هم حل میشن. راجع به اتانول در آب، اگه اتانول توی آب حل میشه، اون جاذبه جدید بین آب و اتانول، ببینید آب و اتانول با هم پیوند هیدروژنی میدن. پیوند هیدروژنی آب و اتانول چطوری با هم پیوند هیدروژنی میدن؟ بکشم بد نیست. این یه دونه اتانول، یه سی دو هاش پنج او هاش، این یه دونه اتانول، اوش منفیه، هاشش مثبت. این یه دونه مولکول، این یه دونه مولکول آب. آب چی؟ این هم هاش دو او. آب، این اوش منفی، هاشش مثبت، این هم یه دونه مولکول دیگه. بین این مثبت منفی هاشون یه جاذبه‌ای به وجود میاد. اتانول و آب با هم پیوند هیدروژنی میزنن. قدرت پیوند هیدروژنی آب اتانول مگه حل نشدن توی هم؟ مگه محلول به وجود نمیارن؟ محلول به وجود میارن دیگه.
پس نیروی، نگاه کنی، نیروی اگه توی هم حل شدن، اگه توی هم حل شدن اینها، اگه محلول به وجود آوردن، قدرت پیوند آب اتانول محلولم نسبت به آب اتانول بیشتره. میگم مگه محلول به وجود نیاوردن؟ آب و اتانول، محلول اتانول در آب، مگه محلول به وجود نیامده؟ فرایند انحلال هنگامی منجر به تشکیل محلول میشه که جاذبه حلال حل شونده تو محلولم نسبت به حلال خالص و حل شونده خالص هم بیشتر میشه. خب اگه محلول به وجود اومده، یعنی جاذبه حلال و حل شونده آب و اتانول توی محلولم نسبت به آب حلال خالصم و نسبت به اتانول حل شونده خالصم بیشتر. بعد اینو باید بلد باشین، یعنی قدرت پیوند هیدروژنیه. این تیکر رو دیگه نمیخواد، این تیکر رو حالا توضیح میدم. این قدرت نیروی بین مولکولی و پیوند هیدروژنی رو باید بلد باشین. اگه محلول تشکیل شده، یعنی با همدیگه نسبت به حالتهای تنهاشون بیشتر حال میکنن. اگه محلول تشکیل شده یعنی با همدیگه نسبت به حالت تنهاشون بیشتر حال میکنن. یعنی قدرت پیوند هیدروژنی اتانول آب از آب و اتانول بیشتره. بعد مقایسه بین این دوتا، اتانول بچه ها دوتا پیوند هیدروژنی میزنه، اینها، این یکی، این یه دونه پیوند هیدروژنی، این دوتا، این یه دونه پیوند هیدروژنی، این دوتا. اتانول دوتا پیوند هیدروژنی میزنه، آب اگر نگاه کنید چهار تا پیوند هیدروژنی میزنه. حالا اینا، این شکلش خوبه، چهار تا پیوند هیدروژنی میزنه، چهار تا. پس پیوند هیدروژنی آب نسبت به اتانول هم قوی تره. من اینم بهتون یاد دادم، مقایسه قدرت پیوند هیدروژنی آب اتانول آب. اتانول توی آب حل میشه، پس با هم دیگه نسبت به حالت تنهاشون بهترن. اتانول آب قوی ترین پیوند هیدروژنی. بعد که بین این دوتا میمونیم، حلال خالص و حل شونده خالص، آب چهار تا پیوند هیدروژنی میزنه، اتانول دوتا. پس قدرت پیوند هیدروژنی آب نسبت به اتانول هم بیشتر. اما راجع به انحلال یونی انحلالیه که در آب اون ترکیبه جر بخوره به یونه سازندش. من این یه ذره زیاد آبش خالی کنم، میترسم بریز. انحلال یونی بچه ها انحلالیه که یه ترکیبی رو بندازی توی آب، جر بخوره به یونه سازندش. مثلا این ترکیب من اینو بذارم این ورته، اینجا رو ببینید، اینو فرض کنید یه دونه NaCl بندازمش توی آب، مولکولای آب جرش میدن از وسط، دیگه ساختارش رو حفظ نکرد، توی آب به یون تبدیل شد، شد Na مثبت Cl منفی. انحلال یونی انحلالیه که ساختارش از هم بپاشه. اول یه ترکیب یونیه میندازیش توی آب جرش میده از وسط، میشه انهای مثبت سیل منفی. اینی که ساختار تخریب میشه بهش میگن انحلال یونی، اینی که آب جر میده یون به وجود میاره بهش میگن انحلال یونی. راجع به انحلال یونی، انحلالیه که نگاه کنی، انحلالیه که به صورت خلاصه اینا، انحلال یونی اول بچه ها اینجا چی داشتیم؟ نیروی جاذبه بین یونا، یون با یون جاذبه داشت، مولکولای قطبی آبم با مولکولای قطبی آب جاذبه داشتن. به مولکول قطبی گفتم، دو قطبی هم گفته میشه، جاذبه اینجا دو قطبی دو قطبی دو قطبی دو قطبی، جاذبه اینجا یون یون بوده قبل انحلال. بعد انحلال چه اتفاقی میفته؟ یه جاذبه جدیدی به وجود میاد بین هر یون و مولکولهای آب، که مولکولای آب چون قطبی هم بهشون میگن دو قطبی، یه جاذبه یون دو قطبی به وجود میاد، یه بین یون Na مثبت و آب، به یه جاذبه بین یون دارم و مولکولای آب، بهش میگن جاذبه یون دو قطبی. خب اینجا رو ببینید، اول
انحلال یونی انحلالی است که در آن ماده حل شونده قبل از حل شدن در حلال به صورت یه شبکه است، شبکه بلوری سه‌بعدی. اما وقتی وارد آب میشه مولکول قطبی آب میان به سر یونا نزدیک میشن، جرش میدن، با ایجاد جاذبه یون دو قطبی، یون دو قطبی، سبب جدا شدن یونا از شبکه بلور میشن، شبکه از بین میره. بعد این یونا با مولکولایی از آب پوشیده میشن، به این میگن یون آب پوشیده. یونی که با مولکولای آب پوشیده بشه یون آب پوشیده است، یونی که با مولکولای آب پوشیده بشه یونی که با مولکولای آب پوشیده بشه یون آب پوشیده است. به اینا میگن یونه آب پوشیده و به شکل یونه آب پوشیده در میان. خب اینم از این. این یونهای آب پوشیده تو محلول پخش میشن. پس در انحلال یونی ساختار به هم میریزه، ساختار حفظ نمیشه. انآسیلی که جامد بود جر خورد در آب، به انآی مثبت آب پوشیده، سیل منفی آب پوشیده. یه نکته ای رو بگم راجع به این شکل. پس نگاه کنی، قبل از انحلال حلالمون چی داره؟ حلالمون آبه، جاذبه قطبی قطبی، دو قطبی دو قطبی داره. حل شوندمون چی داره؟ جاذبه یون یون داره. جاذبه جدیده که براش جذابتر بوده، سبب انحلال شده، چیه؟ جاذبه یون دو قطبی. میتونم نتیجه بگیرم اگر اناسیل در آب حل میشه، جاذبه جدیدش یعنی یون دو قطبی نسبت به یون یون، نسبت به دو قطبی دو قطبی، جاذبه قوی تری بوده. این یه نکته. دومن، با ایجاد جاذبه یون دو قطبی این یونا آب میاد، آب میاد دور این ترکیب یونی، شروع میکنه با ایجاد جاذبه یون دو قطبی تق 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 این یونا رو از شبکه میکنه، این شبکه تخریب میشه، این ساختار تخریب میشه، توی آب پخش میشه. یون سیل منفی حاشای مثبت آب سمتشن، یون انعای مثبت اکسیژنای منفی سمتشن. به این جهتگیری دقت کنید، یون سیل منفی حاشای مثبت نزدیکشن، یون انعای مثبت اکسیژنای منفی سمتشن. جاذبه یون دو قطبی دارن، این یونا که با آب پوشیده شدن بهشون میگن یون آب پوشیده. خب بریم یه تمرین حل کنیم. میگه با توجه به اینکه منیزیم سولفات و باریم سولفات تو دمای 25 یکیشون محلول یکیشون نامحلول، بگین این کدومشون قدرتش بیشتر بوده، جاذبه محلولمون یا جاذبه حلال حل شوندمون. بجنبین، اینو گفته منیزیم سولفات محلول، باریم سولفات نامحلول. اینو بلد باشینا، منیزیم سولفات محلوله، باریم سولفات نامحلوله، بلد باشی. خب بریم، اگه منیزیم سولفات حل میشه یعنی جاذبه جدیدش، جاذبه جدید محلولش براش جذابتر بوده نسبت به حلال خالص، نسبت به حل شونده خالص. اینهاش ناش. خب اگه باریوم سولفات حل نمیشه، اگه باریوم سولفات حل نمیشه یعنی جاذبه جدیده زیاد براش جذاب نبوده، زیاد براش قوی نبوده، این جاذبه محلول جدیدش زورش نرسیده که حل کنه، جاذبه جدیدش کمتر بوده. فرایند انحلال وقتی محلول به وجود میاد که جاذبه جدید بیشتر باشه. اگرم محلول به وجود نمیاد، جاذبه حلال خالص و حل شونده خالص بیشتر بوده. تمرین کتاب بود، تمرین مهمی بود. انحلال پذیری، بچه ها انحلال پذیری رو که بحث کردیم، موادی که در 100 گرم آب از 0 گرم تا 0.01 گرم حل بشن ما بهشون میگیم مواد نامحلول، از 0.01 گرم تا 1 گرم حل بشن توی 100 گرم آب ما بهشون میگیم مواد کم محلول، بیشتر از 1 گرم حل بشن ما بهشون میگیم مواد محلول.
مثاله کتاب درسیتون شکر 205 گرم حل میشه، بیشتر از 100 گرم حل میشه، بیشتر از 1 گرم حل میشه، بیشتر از... نگاه کنی شکر تو 100 گرم آب 205 گرم حل میشه، چون بیشتر از 1 گرم حل میشه بهش میگن محلول. سدیم نیترات 92 گرم حل میشه، چون بیشتر از 1 گرم داره حل میشه ما بهش میگیم محلول. نمک خوراکی 45 گرم حل میشه ما بهش میگیم محلول. مواد کم محلول موادی هستند که انحلال پذیریشون از 1 صدم تا 1 گرمه، مثلا کلسیم سولفات، هگزانول، هپتانول، 1-اکتانول، اینا مواد کم محلولن، یعنی در واقع از بین 1 صدم گرم تا 1 گرم حل میشن. ببینیم شکلش رو، شکل کتاب رو بررسی کنیم با هم. اینجا داشتیم شکل کتاب رو، بله اینجا بود. بریم فصل 3، من بیارمش فصل 3. من بیارم این جزوه رو فصل 3، شکل کتابی یه چیزی رو نشون بدم. خب رسیدیم به فصل 3. اینجا نگاه کنید، اینا که بیشتر از 1 گرم حل شدن اینا میشن محلول، اینا که بیشتر از 1 گرم حل شدن 36 تا، 92 تا، 205 تا، اینا میشن محلول. اینی که از 1 صدم تا 1 گرم میشه کم محلول، کلسیم سولفات. اینا که کمتر از 1 صدم، استشون کمتر از 1 صدم، انحلال پذیریشون کمتر از 1 صدم، میشن مواد نامحلول. بچه‌ها یادتون باشه منیزیم سولفات هم محلوله، یعنی منیزیم سولفات هم بیشتر از 1 گرم در 100 گرم آب حل میشه. اینم این جدول کتاب که بررسی کردیم. پس موادی که از 0 تا 1 صدم حل میشن نامحلول، مثل کلسیم فسفات، نقره کلورید، باریوم سولفات، رسوب سفید رنگن، توی آب حل نمیشن. یعنی ما مواد یونی داریم که در آب حل نمیشن. اونایی که از 1 صدم تا 1 گرم کلسیم سولفات، 1-هگزانول، 1-هپتانول، 1-اکتانول مواد کم محلولن، اونایی هم که بیشتر از 1 گرم حل میشن مواد محلولن. توجه کنید حتی مواد نامحلولی که ما داریم به میزان ناچیزی در آب حل میشه که این مقدار کمتر از 1 صدم گرم تو 100 گرم از اون صرف نظر میکنیم. این هم در واقع از این حفظیات. این تیکه بسیار مهمه بچه‌ها. تا حالا هرچی گفتم شاید آنچنان گیری روش نبود، معمولا بلد بودین، ولی این تیکه بسیار مهمه. چه عواملی روی انحلال پذیری گازها در آب اثر میذارن؟ این تیکه بسیار مهمه. میخوام بگم که چه عواملی روی انحلال پذیری گازها در آب اثر میذارن. انحلال پذیری گازها در آب به 4 تا عامل بستگی داره. اولیش جنس گازه، دومیش دماه، سومیش فشار گازه، چهارمیش مقدار نمک حل شده. خب انحلال پذیری گازها تو آب به 4 تا عامل بستگی داره: جنس، دما، فشار و مقدار نمک حل شده. خب اولیش جنس گاز. بچه‌ها آب یه ماده چیه؟ قطبیه. آب چیه؟ قطبی. شبیه در شبیه حل می شود، پس اونایی که قطبی ترن انحلال پذیری بیشتری دارن. گازی که قطبی تره انحلال پذیری بیشتری داره. این CO2 سادیسم مؤلف کتاب درسی بوده، دیگر آزاری داشته. نه من کاری فعلا به CO2 ندارم. آب یه ماده قطبیه، ماده ای که قطبی باشه بهتر در آب حل میشه. NO قطبیه بچه ها، نسبت به ناقطبی ها بهتر حل میشه. حالا اگه ناقطبی بودن چی رو نگاه میکنی؟ جرم. اونی که جرم بیشتری داره انحلال پذیری بیشتری داره. پس اولین موضوع جنس گازه. جنس گازه اونی که قطبیه نسبت به اونایی که ناقطبیه بهتر در آب حل میشه، چون شبیه در شبیه حل میشود، قطبی در قطبی بهتر حل میشه. اونی که قطبیه توی آب که قطبیه بیشتر حل میشه. بعد بین ناقطبی هم با جرم و حجم،
O2 32 گرم، N2 28 گرم. جرم بیشتر، انحلال پذیری در آب برای یک گاز بیشتر. پس اول چی رو چک میکنین در میان گازها؟ در میان گازها گازهایی که قطبی ترن انحلال پذیری بیشتری دارن. اگه ناقطبی بودن، گازی که جرم و حجم بیشتری داره انحلال پذیری بیشتری داره. این از این تیکه. بعد طراحتون دیوونه است یکم، بعد میاد میگه بچه ها بین CO2 NO فکر میکنی کی بیشتر حل بشه؟ تو میگی NO قطبیه، CO2 ناقطبی. تو میگی من فکر میکنم NO بیشتر حل بشه. بعد میگه نه دیدی اشتباه کردی. خب دیوونه ای دیگه، واسه چی این تمرین رو میذاری تو کتاب؟ تمرین کتابتونه. میگه شما تصور میکنید NO حل بشه یا CO2. اون بچه بدبخت میگه NO قطبیه، CO2 ناقطبیه، قطبیه بهتر حل میشه. میگه نه دیدی اشتباه گفتی. خب بابا مریضی مگه اینو میذاری تو کتاب؟ اینجا یه دونه استثناء داریم، CO2. چون جرم، ببین NO جرم و حجمش 30ه، CO2 جرم و حجمش 44ه، جرم و حجم زیادی داره. بعد CO2 با آب واکنش شیمیایی هم میده، توی آب اسید میده، اسید نوشابه، کربونیک اسید. CO2 با آب واکنش شیمیایی میده، میشه H2CO3 کربونیک اسید. به دلیل این واکنش شیمیایی میشه یه استثنایی که ما مواد ناقطبی داریم که میشه یه استثنایی که یه ماده ناقطبی از قطبی بیشتر در آب حل میشه. نمیدونم چرا این استثنا رو باید بیاری بذاری تو کتاب، آخه چه دلیلی داره؟ پس ببین من چی میخوام یاد بگیری. اول اینو یاد بگیر، قطبی ها نسبت به ناقطبی ها بیشتر حل میشه. اگه کربون دیوکسید رو مطرح کرد، کربون دیوکسید چون با آب واکنش شیمیایی میده، انحلال پذیری در آبش نسبت به بقیه بیشتره. شما اینو باید بلد باشید، CO2NO O2N2. کربون دیوکسید نبود قطبی ها بیشتر. تو ناقطبی هم با جرم میگیم کربون دیوکسید اومد، کربون دیوکسید از همه بیشتر چون با آب واکنش شیمیایی میده، اگرچه ناقطبیه چون با آب واکنش شیمیایی میده نسبت به بقیه بیشتر حل میشه. پس جنس گاز اثرگذاره. میبینید کربون دیوکسید NO O2 N2. نکته بعدی انحلال پذیری با دما. انحلال پذیری گازها در آب با دما رابطه عکس داره، زیرا انحلال گازها گرماده. یادتونه گرماگیر نمودارش این شکلی بود، گرماده نمودارش این شکلی بود. پس رابطه عکس، دمای بیشتر انحلال پذیری کمتر. اینو تو نوشابه تجربه کردین، نوشابه رو بذار رو گاز بجوشه، کل گاز کربون دیوکسیدش میزنه بیرون. دما رو که زیاد میکنی انحلال پذیری گازش کم میشه. دما رو که زیاد کنی گاز نوشابه آزاد میشه، دیگه توی آب نمیمونه. انحلال پذیری گاز در آب کم میشه. نگاه کنی این مثالا رو با نوشابه خیلی خوب میتونید یاد بگیرید. این نکته ها رو با نوشابه، دما رو که زیاد کنید گاز نوشابه آزاد میشن، انحلال پذیری گاز در آب کم میشه. دمای بیشتر، انحلال پذیری در آب کمتر. ولی رابطهش خطی نیست، یعنی اینطوری نیست که اگه دما دو برابر بشه انحلال پذیری نصف بشه. رابطه خطی نیست. منحنی انا. اینا بعد میبینید که NO نسبت به O2 N2 بیشتر حل شده، چون این قطبیه، بین ناقطبی هم این جرم بیشتری داره. دمای بیشتر، انحلال پذیری کمتر. دمای بیشتر انحلال پذیری در آب کمتر. یه نوشابه گرم باشه گازش میره، دیگه گازی توی آب حل نمیشه. دمای بیشتر، انحلال پذیری گاز در آب کمتر.
اما اونی که خیلی مهمه برامون فشار گازه. بچه ها هرچقدر بیشتر فشار بیارید گاز بیشتری وارد آب میشه، گاز بیشتری در آب حل میشه. وقتی فشار ببین، وقتی فشار بیاری گاز بیشتری در آب حل میشه، انگار گازا رو با دست هل میدی توی آب. فشار بیشتر انحلال پذیری بیشتر، اینها فشار بیشتر انحلال پذیری در آب بیشتر. رابطه مستقیم و خطی برخلاف دما خطی، دما خطی نیست، دما خطی نیست، ولی فشار هم مستقیمه هم خطی. یعنی اگر نگاه کن، میگه توی فشار یک اتمسفر یه گازی یه صدم گرم انحلال پذیریشه، تو فشار سه اتمسفر انحلال پذیریش چقدره؟ میگم اگر فشار سه برابر بشه انحلال پذیری هم سه برابر میشه. پس فشار با انحلال پذیری در آب رابطه مستقیم و خطی. فشار سه برابر انحلال پذیری سه برابر، فشار دو برابر انحلال پذیری دو برابر. فشار برخلاف دما رابطهش خطیه، سه برابر بشه سه برابر میشه، دو برابر بشه دو برابر میشه، ایکس برابر بشه ایکس برابر میشه. اگه فشار ایکس برابر بشه انحلال پذیری گاز در آب هم ایکس برابر میشه. به این میگن قانون هنری. هنری درباره فشار صحبت کرده، راجب دما نیستا. قانون هنری همین فشار است. فشار x برابر انحلال پذیری x برابر، میگن قانون هنری. هنری راجع به فشار صحبت کرده نه دما. یه نکته دیگه هم یاد بگیرید، میبینید که نمودار خطه، خطی رابطه، رابطه شون خطیه. انحلال پذیری میگن k در p. اگه فشار دو برابر بشه این رابطه خطیه. این مؤلفه ایگرگ هم، این مؤلفه ایکس هم، این هم یه عدد ثابت، کامون هم یه عدد ثابت، ثابت هانریه، مهم نیست. میگم چیه کا ثابت هانریه، میگم چیه. من معادله رو بنویسم، من نمودار میخوام رسم کنم. اس مساویه کا پی، اس انحلال پذیری مؤلفه عمودی، پی فشار گازه مؤلفه افقی، که هم بهش میگن ثابت هنری. که هم یه عدد، یه معادل خطه. فقط حواستون باشه بچه ها، اگه فشار صفر باشه هیچ گازی حل نمیشه. همشون از مبدأ مختصات شروع شدن. اگه فشارتون صفر باشه هیچ گازی حل نمیشه. تو فشار صفر، فشار رو بذاری صفر، فشار صفر انحلال پذیری صفر، از این صفر شروع میشن. در فشار صفر در خلا گاز حل نمیشه در آب. در خلا در فشار صفر انحلال پذیری گاز در آب صفره. بچه ها اگر فشار گازمون صفر باشه یعنی گازی وجود نداره، یعنی خلاه، یعنی گازی نیست، چیزی تو آب حل نمیشه. در فشار صفر انحلال پذیری گاز صفره، چون گازی وجود نداره. بعد بچه ها این کاه به چی بستگی داره؟ این به جنس بستگی داره. هر چقدر این کاه، این شیبه به جنس بستگی داره. هر چقدر انحلال پذیری در آبمون بیشتر باشه برای اون جنس گاز کامون بیشتره. مثلا ببین، برای NO کا شیبه خطمونه دیگه، کا شیبه، شیب به جنسش بستگی داره، شیب به جنسش بستگی داره. NO قطبیه، انحلال پذیری در آبش بیشتره، شیبش بیشتر. N2 انحلال پذیری در آبش کمتره، شیبش کمتر. شیبمون به جنس بستگی داره. هر چقدر انحلال پذیری در آب بیشتر باشه شیبم بیشتره. اینا هرچه انحلال پذیری گاز با توجه به جنس آن بیشتر باشه، شیب نمودار انحلال پذیری بر فشار یا شیب نمودار هنریش بیشتر. بچه ها نگاه کنی،
فرض کنید یه آدمی یه دونه مثلا یه غذا مثال بزنیم، با خوراکی مثال زدن خوبه، یه دونه تیتاب داره، بعد تو بهش چی پیشنهاد بدی؟ یه دونه پیتزا بهش پیشنهاد بدی. 99% آدم ها، حالا فرض کنید اون مسلماً بی خیال این تیتابه میشه، تیتابه رو رها میکنه، میاد میچسبه به پیتزا. دو تا خوراکیه، یه تیتاب یه پیتزا، پیتزا رو بیشتر دوست داره. اولش یه دونه تیتاب بهش میدیم، بعد بهش میگیم پیتزا میخوای؟ میگه آره. تیتابه رو ول میکنه میاد، این تیتابه رها میشه، تیتابه آزاد میشه. ببینید آب یه ماده قطبیه، فرض کنید یه گاز براش بذاریم، یه ترکیب ایونی براش بذاریم، ترکیب ایونی برای اون حکم پیتزا رو داره، گازم برای اون حکم تیتاب. جاذبه ای که علاقه آب به ترکیب ایونی بیشتره. خب میگم این مثالی که زدیم، این تیتابه این گاز، یه گازی رو توی آب حل کردی، این تیتابه این آدم، بعد به آبه میگی ترکیب ایونی میخوای؟ میگه آره، ترکیب ایونی رو خیلی بیشتر دوست دارم. میاد با ترکیب ایونی یه جاذبه قوی برقرار میکنه، گاز رها میشه، گاز آزاد میشه. برای همینه که شما تو نوشابت گاز کربن دی اکسید حل شده. شما تو نوشابت گاز کربن دی اکسیده. دیدید بعضیا تو نوشابه نمک میریزن، گازش میزنه بیرون؟ چون نمک که میریزی، ترکیب ایونی که میریزی تو این آبه، آبه عاشق ترکیب ایونیه، میاد پیش ترکیب ایونی گازو ول میکنه، گاز کربن دی اکسید لوپ میزنه بیرون. پس دلیل این که چرا نمک میریزم تو نوشابه گاز آزاد میشه، اگه ترکیب ایونی توی آب بریزی، آب گازو رها میکنه، میاد میچسبه به ترکیب ایونی، گاز رها میشه، آزاد میشه، انحلال پذیری گاز در آب کم میشه. اینجا رو ببینید، اگه به یک نمک دارای حلشونده، اگه به یک این نمک نیست بچه ها، اگه به یه محلول دارای حلشونده گازی، ترکیب ایونی محلول در آب اضافه کنیم، انحلال پذیری گاز کاهش پیدا میکنه، گاز آزاد میشه. مثل افزودن نمک به نوشابه. گفتم چون علاقه آب به یون خیلی بیشتر از علاقه آب به گازه، گاز رو رها میکنه، گاز میفته بیرون، انحلال پذیری گاز کم میشه. پس انحلال پذیری گاز با میزان نمک رابطه عکس داره، هر چقدر نمک بریزید گاز بیشتری آزاد میشه، گاز کمتری تو محلول میمونه. خب الان ببینید، یا آب آشامیدنی دارم یا آب دریا. آب دریا نمکش بیشتره، انحلال پذیری گازش کمتره، انحلال پذیری گاز کمتر. پس اینجا آب دریا نمکش حل شوندش بیشتره، انحلال پذیری گازش کمتره. کلن چیزایی که خوندیم، 4 فاکتور اثرگذاره، جنس قطبی تر و بیشتر حل میشه، اگه کربن دی اکسید بود به دلیل واکنش شیمیایی کربن دی اکسید اصلا بیشتر، دما با انحلال پذیری گاز در آب رابطه عکس داشت، فشار رابطه مستقیم داشت. دیدی نوشابه رو درشو باز میکنی، فشار رو کم میکنی، گاز میزنه بیرون، انحلال پذیری گاز در آب کم میشه. میزان نمک حل شده. گفتم اگه نمک بریزی، آب نمک رو بیشتر دوست داره، نمک رو میگیره، گاز آزاد میشه، گاز آزاد بشه، انحلال پذیری گاز در آب کم میشه. میزان نمک با انحلال پذیری در آب، اینها انحلال پذیری گاز، اینجا من بنویسم انحلال پذیری گاز با میزان نمک رابطه عکس داره، نمک بیشتر، گاز کمتر، رابطه عکس، نمک بیشتر،
گاز کمتر، نمک بیشتر دریا نمکش بیشتره، انحلال پذیری گازش کمتره. این نمودار انحلال پذیری دما بوده. توی آب دریا گاز کمتری وجود داره. بچه مثلا سوال میتونه بده تو آب آشامیدنی اکسیژن بیشتره یا آب دریا؟ کدوم آب برای ماهیا مناسب تره از لحاظ اکسیژن؟ توی آب آشامیدنی گاز بیشتری وجود داره، اکسیژن بیشتری وجود داره، اکسیژنش برای ماهی ها مناسب تره. توی آب دریا اکسیژن کمتری وجود داره. اینم بلد باشین. بریم یه تمرین یه مسئله حل کنیم. من یه دقیقه منتظر شما تا بحث آخره. خب بچه ها، انحلال پذیری گاز و اکسیژن تو فشار یک اتمسفر 8000 گرم تو 100 گرم آب، در فشار 4 اتمسفر. خب الان خوندیم قانون هنری، اگه فشار 1 اتمسفر باشه انحلال پذیری 8000 گرم، اگه فشار رو 4 برابر کنم انحلال پذیری هم، اگه فشار 4 برابر بشه انحلال پذیری هم 4 برابر میشه، میشه 32000 گرم در 100 گرم آب. قانون هنری، فشار 4 برابر، انحلال پذیری 4 برابر. گفته توی یه تن آب چند مول گاز و اکسیژن؟ نمیدونم، ایکس مول O2 در یک تن آب. انحلال پذیری بهم داده، انحلال پذیری بهم داده. الان توی فشار 4 اتمسفر، توی فشار 4 اتمسفر انحلال پذیری 32000، 4 برابره، 32000 گرم O2 در 100 گرم آب. گرم و تن کنم، چون اینجا تن میخوام، میشه 10^-4 تن آب. این گرم اکسیژن و مول اکسیژن کنم تقسیم بر جرم مولیش، 32000 تقسیم بر 32 مول O2. خب برم حساب کنم، این 32 با این 32 میره 10^-3، ایکس من میشه 1^-10^-3 تقسیم بر 10^-4، این با این میره 10 میمونه بالا، 10 مول O2. یه تمرین دیگه حل کنیم. در با افزایش دمای آب حجم گاز CO2 آزاد شده توسط خورشید افزایش پیدا می‌کنه. خودتون اول یه فکری راجعش بکنید بعد من حل کنم. خب دما رو که ببریم بالا، انحلال پذیری در آب، انحلال پذیری گاز در آب کم میشه، گاز میزنه بیرون، گاز بیشتری آزاد میشه. درست. دما رو که ببری بالا، انحلال پذیری در آب کم، گاز آزاد، گاز بیشتری آزاد میشه. درست. تو هوای گرم دما رو که ببریم بالا، انحلال پذیری اکسیژن در آب کم میشه، اکسیژن توی آب کم میشه، ماهیه مجبوره بیاد سطح آب اکسیژن بگیره. درست. توی هوای گرم دمای بالا، انحلال پذیری اکسیژن در آب کم میشه، ماهیه مجبوره بیاد از سطح آب از اکسیژن هوا استفاده کنه، چون اکسیژن محلول در آب کم شده. ببینید، فرض کنید من عددها رو بنویسم، توی فشاری بیایید عدد بررسی کنیم. مثلا برای اکسیژن و NO، مثلا تو فشار چه میدونم، تو فشار 4 اتمسفر و 8 اتمسفر. بچه ها تو فشار 4 اتمسفر این اکسیژنه مثلا 18000 حل میشه، NO هم مثلا 20 میشه گفت 26000 حل میشه. نگاه کنیم در فشار 4 اتمسفر، اینو بدونید، در فشار 4 اتمسفر NO من چقدر حل میشده؟ 26000 گرم انحلال پذیریش بوده و O2 من انحلال پذیریش بود 18000 گرم. من اگه فشار رو 2 برابر کنم، بکنمش 8 اتمسفر، انحلال پذیری NO 2 برابر میشه، میشه 52000 گرم NO. انحلال پذیری اکسیژن هم 2 برابر میشه، 2 برابر شدن، فشار 2 برابر،
انحلال پذیری دو برابر. ولی این 26,000 رو افزایش پیدا کرد، این 18,000 رو افزایش پیدا کرد. به یک اندازه افزایش نمیابد، به یک نسبت افزایش میابد. غلط، هر دوتا دو برابر میشن. این دو برابر شد، این دو برابر شد، ولی به یک اندازه نیست. این 26,000 رو میگرم، این 18,000 رو میگرم. اما بریم بحث بعدیمون، بحث بعدیمون راجع به رسانه‌ای بحث کنیم. راجع به رسانه‌ای، رسانه‌ای الکتریکی راجع به فلزات و گرافیت، بچه‌ها رسانه جریان برقن، چون الکترونای آزاد دارن، رسانه‌ایشون به وسیله الکترونه، به همین دلیل به اونا میگن رسانه‌ای الکترونی. بچه ها فلزا و گرافیت، اسم دیگه یک گرافیت مغز مداد، توی فصل یک دهم خوندیم که قدیما بهش میگفتن سرب مداد، فکر میکردن گرافیت مثلا از جنس سربه، قدیما بهش میگفتن سرب مداد به خاطر رنگش که شبیه سربه، به خاطر رنگش که شبیه سربه بهش میگفتن سرب مداد، چون سربم تیره رنگه، گرافیتم تیره رنگه. فلزات و گرافیت مغز مداد، رسانه جریان برقن، رسانه‌ایشون به وسیله الکترون آزاد، الکترون نامستقر. فلزا ان تا الکترون بندازی توش، ان تا الکترون از اون ور میندازه بیرون، یا گرافیت هم اینطوریه، ان تا الکترون بندازی توش، ان تا الکترون از اون ور میندازه بیرون. اینا به دلیل حرکت الکترونا رسانه‌ان و بهشون میگن رسانه‌ای الکترونی. نوع دیگری از رسانه‌ای رو داریم به اسم، چون به وسیله یون انجام میشه بهش میگن رسانه یونی. پس ما دو مدل رسانه‌ای داریم، فلز و گرافیت رسانه‌ایشون به وسیله الکترون آزاده میشن رسانه‌ای الکترونی. یه سری ترکیبای دیگه‌ای داریم رسانه‌ایشون به وسیله یون بهشون میگن رسانه یون. برای این رسانه‌ای لازمه که یونا بتونن حرکت کنن. بعد بنابراین خوندیم با هم فصل دو دهم ترکیب یونی در حالت جامد نارسانا، چون یوناش نمیتونه حرکت کنه، ولی در حالت مذاب و محلول رسانا، چون یون متحرک دارد رساناست. ترکیب یونی مثلا بگه NaCl جامد، NaCl جامد بهم بگه، میگم نارسانا. ترکیب یونی در حالت جامد نارسانا. بگه NaCl مذاب، چون مذاب شده نیروی بین ذره ای سست شده، یونا میتونه حرکت کنه جا به جا بشه، میگم رسانا. بگه NaCl محلول، چون یونا توی آب آزادانه نمیتونن حرکت کنن، میگم رسانا. بگه بعد این میشه رسانه یونی، این میشه رسانه یونی. کربن گرافیت، کربن گرافیت بهش میگم رسانای الکترونی، چون رسانایش به وسیله الکترون هاست. منیزیم فلزش جامد، بهش میگم رسانای الکترونی. فلزات و گرافیت رسانای الکترونی، چون رسانایشون به وسیله الکترون ها انجام میشه. NaCl جامد نارساناست، چون یون شرکت نمی کنه. NaCl مذاب و محلول، چون رسانایشون به وسیله یوناست، بهشون میگن رسانای یونی. بچه ها حالا چطوری یاد بگیریم که کیا رسانای یونی هن، کیا رسانا نیستن و این داستان؟ بچه ها محلول ها به دو دسته الکترولیت و غیر الکترولیت تقسیم میشن. اینجا یه کلمه ای هم ببینید، ترکیب یونی رو تو حالت جامد میگن الکترولیت، به محلول اونا میگن محلول الکترولیت. ما دو مدل محلول داریم بچه ها، محلول الکترولیت، محلول غیر الکترولیت. الکترولیت یعنی یون داره، غیر الکترولیت یعنی یون نداره. این تیکه اول. پس محلول الکترولیت یعنی یون داره، غیر الکترولیت یون نداره. الکترولیت خودش میشه الکترولیت قوی، الکترولیت ضعیف. اگه یوناش زیاد باشه میگن الکترولیت قوی، اگه یوناش کم باشه بهش میگن الکترولیت ضعیف. یه مثالی بزنم، مثلا این سه تا مثال من ببینین، چهار تا مثال میزنم که کامل یاد بگیرین. چهار تا مثال میزنم. اولیش NaCl
جامد بندازیم توی آب جر میخوره به NO مثبت CL منفی AQ. من فرض کن 1000 تا ریختم اولش، هیچ کدوم از یونا نیست، 1000 تا NaCl رو انداختم توی آب، آب جرش میده به NO مثبت CL منفی، این 1000 تا جر میخورن میشن 1000 تا NO مثبت 1000 تا CL منفی و در نهایت هیچی از NaCl مون باقی نمیمونه، به طور کامل میشه یونهای سازندش، میشه 1000 تا NaCl مثبت 1000 تا CL منفی، به طور کامل شد یونهای سازندش، هر 1000 تاش جر خورد، 1000 تا شد 1000 تا CL منفی 1000 تا NaCl مثبت، به طور کامل یون شد، یونش پیدا کرد، تفکیک یونی شد، کامل تفکیک یونی شد. اگه یه ترکیب یونی در آب به یونهای سازنده تبدیل بشه، یه ترکیب یونی در آب به یونهای سازندش تبدیل بشه میگن تفکیک یونیه، چون کامل بوده تفکیک یونیش کامل. HCl بریزم، HCl توی آب میتونه بشه آش مثبت، میتونه بشه CL منفی، بهتون قبلا توضیح دادم که HCl در آب یه پیوند کووالانسی داره، آب میاد عین یه سوسکی که مرده، آبم حکم مورچه از دوبر میکشن، پیوند کووالانسی میشکنه، میشه 1000 تا آش مثبت، میشه 1000 تا CL منفی، این هم در آب به صورت کامل یونش پیدا میکنه، هر 1000 تاش به صورت کامل یونش پیدا میکنه، 1000 تاش مثبت میده 1000 تا CL منفی، هیچی از های CL هم نمیمونه، 1000 تاش مثبت 1000 تا CL منفی. اگه یه ترکیب مولکولی توی آب یون بشه بهش میگن یونش. پس برای ترکیب مولکولی وقتی به یون تبدیل بشه بهش میگن یونش، ترکیب یونی وقتی به یون تبدیل بشه تفکیک یونی بهش میگن، اینم یونشش کامل بوده. خوب نگاه کنید، اولا ترکیب یونی خودش یون داشته توی آب وقتی به یونا تبدیل میشه میگن از هم تفکیک شده، تفکیک یونی برای ترکیب یونی به کار میره، برای ترکیبای مولکولی بهش میگن یونش. چرا بهش میگن یونش؟ چون اولش پیوند کووالانسی داشته، یون نداشته، به یون تبدیل شده، یون به وجود اومده، بهش میگن یونش. فرق این دوتا رو هم بلد باشی. ترکیب یونی به یون تبدیل بشه بهش میگن تفکیک یونی، ترکیب مولکولی به یون تبدیل بشه بهش میگن یونش، چون اولش که یون نداشت، یون شدش، یونش. این از اگه شکر بریزم در آب هیچ یونی نمیده، اصلا انحلال یونی نداره، همونطوری شکر تالاب پی میفته توی آب، یون نمیده، یونش نداره، یون نمیده، هیچ یونی نداره. هاشف بریزم، هاشف یه اسید ضعیفه بچه ها، کم یون تولید میکرد، مثلا اگر 1000 تا میریختی 24 تاش تبدیل به یون میشد، 24 تاش مثبت میداد 24 تا CL منفی 976 24 24. هاشف یه دونه اسید ضعیف بود، HCl یه دونه اسید قوی بود، اسید قوی تفکیکشون کامله، اسید ضعیف تفکیکشون تعادلی یا ناقصه، اونم یه ترکیب یونی بود. ترکیب یونی همش میشه یون، اسید قوی همش میشه یون، هزار تا یون کلی یون میده. ترکیب یونی آلفاش یکه، درجه یونشش یکه، هرچی میریزی یونیزه میشه، درصد یونشش صده، 100% یونیزه میشه. اسید قوی آلفاش یکه، درصد یونشش صده، هر چی بریزی یون میشه. این دوتا که یون زیادی میدن
الکترولیت قوی هن. اسید ضعیف یک همیون میده، آلفاش از بین 0 تا 1 به طور کامل یونش پیدا نمی کنه. بیشتر مولکولی همونطوری آشف حل میشه. اینو بهش میگن چون یونایی که تولید کرده کمه، بهش میگن الکترولیت ضعیف. اینی هم که اصلا یون نداده میشه غیر الکترولیت. پس به طور خلاصه الکترولیت یعنی یون داره، غیر الکترولیت یون نداره. کیا الکترولیت هم قوی؟ اسید قوی چون همش یونش پیدا میکنه، باز قوی چون همش یونش پیدا میکنه، نمک ترکیب یونی، به جز اکسید و هیدروکسید، اینا الکترولیت قوی هم. به طور کامل یونش پیدا میکنن، درجه یونش اونا یکه، کلی یون میدن. چون یوناشون زیاده رسانای خوب جریان برقن، لامپ هم کامل روشن میشه. الکترولیت ضعیف کیا میشه؟ میشه اسید ضعیف و باز ضعیف، مثل هاشف، کربوکسیلیک اسید، آمین، آمونیاک. اینا یکم یونش پیدا میکنن. از هزار تا 24 تا یکم یونش پیدا کرد، بیشتر دست نخورده و مولکولی حل شد. اسیده ضعیف و بازه ضعیف یکم به طور جزئی یونش میابن و بیشتر به صورت چی حل میشن؟ بیشتر به صورت مولکولی حل میشن، درجه یونششون بالاخره یه ذره یونش پیدا میکنن، بزرگتر از صفره ولی به اینا نمیرسه، کوچکتر از یکه. رسانای ضعیف جریان برقن، چون مقدار یونشون، غلظت یونشون کمتره، هنگام برقراری جریان لامپ نور ضعیفی دارن. بعد بچه ها غیر الکترولیت کیا رو بگیم؟ غیر الکترولیت کیا هن؟ اونایی هن که اسید نباشن، باز نباشن، ترکیب یونی هم نباشن، به اینا میگن غیر الکترولیت. اسید و باز و ترکیب یونی نباشه، اتانول، استون، شکر، اتیلنگلیکول، اینا اصلا یون تولید نمی کنن، غیر الکترولیتن. اگه یون ندارن رسانا نیستن، لامپشون خاموشه، نارسانا هن. پس به طور کلی محلول ها 3 دستن، الکترولیت ها یون دارن، غیر الکترولیت یون نداره. الکترولیت قوی به کی میگیم؟ اسید قوی، هاش آی، هاش بی آر، آی سی ال، هاش دو اس و چهار، هاش ان و سه. باز قوی، هیدروکسید گروه 1 و 2 به جز بلیوم، منیزیم و نمک، ترکیب یونی. اینا به طور کامل یونش میابند، آلفاشون 1. چون غلظت یونشون زیاده، رسانه خوبن، لامپ کاملا روشن. الکترولیت ضعیف، اسید ضعیف، باز ضعیف، یه ذره یونش پیدا میکنن، بیشتر مولکولیه، آلفاشون بین 0 و 1، رسانه ضعیفن، لامپشون کم نوره. غیر الکترولیت اغلب مواد عالی که اسید نباشه، باز نباشه، ترکیب یونی نباشه. ماده‌ای که اسید نیست، باز نیست، ترکیب یونی نیست، چون ببین اسید قوی و باز قوی، اسید ضعیف و باز ضعیف الکترولیته، ترکیب یونی هم الکترولیته. اینا رو بذاری کنار، بقیه مواد میشن غیر الکترولیت. اتانول نه اسید نباز، استون نه اسید نباز، نه ترکیب یونی، شکر نه اسید نباز، نه ترکیب یونی، اینا غیر الکترولیتن، یون تولید نمیکنن، لامپشون خاموشه. رسانایی به غلظت یون بستگی داره، هر چقدر غلظت بیشتر رسانایی هم بیشتر، ربطی به نوع ذراتش نداره. رسانایی به غلظت بستگی داره، نه به نوع یون. به همین دلیل ترکیبات یونی رسانایی یکسانی ندارن. پس بچه ها رسانایی محلول به غلظت بستگی داره، غلظت بیشتر، یونا که بیشتر بشن سریعتر جریان برق رو جا به جا می کنن. غلظت بیشتر رسانایی بیشتر ربطی به نوع ذرات نداره، به همین دلیل محلول ترکیبات یونی رسانه‌ای یکسانی نداره. به رسانه‌ایش به چی بستگی داره؟ غلظت. من اول یه تمرین ساده داره تو کتاب درسی اونو حل کنم، با عمل کنیم.
من چاپ جدید کتاب رو دارم، رسانه‌ای از توش برداشته شده. بذارید تمرینه رو می‌نویسم. چاپ جدید کتاب، چاپ امسال، رسانه‌ای رو ندارم. بچه دوام میتونن این تیکه رسانه‌ای رو تو دوازدهم بخونن، ولی خب بالاخره دوازدهم که دارم اونجا می‌بیننش. نگاه کنی میگه بین هاشف اتانول، مثلا هاشف و اتانول و NaCl کدوم پرنوره، کدوم کم نوره، کدوم خاموش. این ترکیب یونیه، یه دونه الکترولیت قویه، پس این لامپ رو پرنور میکنه. این اتانول غیر الکترولیته، چون نه اسید، نه باز، نه ترکیب یونی، پس این لامپش خاموشه. هاشف یه دونه اسید ضعیفه، اسید ضعیف، پس یه دونه الکترولیت ضعیف، الکترولیت ضعیف. من تمرین کتاب نوشتم. و اگه الکترولیت ضعیف، لامپش کم نوره، لامپ کم نور، لامپ پر نور، لامپ خاموش. اینو دوازدهم هم داریم. من چند تا سوال مطرح میکنم. رسانایی مقایسه کنید، HCl HCl رسانایی. من اول مینویسم، به شما فرصت میدم. دو مول توی 10 لیتر اگر باشه، یه مول توی 1 لیتر اگر باشه، رسانایی مقایسه کنید. باید من منتظر شما. اول شما رسانایی بررسی کنید. خب اول غلظت حساب میکنم، یه مول تو 1 لیتر یه مولار، 2 مول تو 10 لیتر مول به حجم در اختیار میشه 0.2 مولار. اونی که غلیظ‌تره رسانایش بیشتره، اونی که غلیظ‌تره غلظت بیشتر، رسانایی بیشتر. یکی دیگه، های سی ال 1 مولار، هاش اف 1 مولار، رسانایی مقایسه کنید. این یه دونه اسید قویه، این یه دونه اسید ضعیفه، کدوم میشه؟ اسید قوی الکترولیت قوی، اسید ضعیف الکترولیت ضعیف. این رسانایش بیشتره. یه مدل دیگه هم بگم، نامردیش هم بگم، NaCl 0.2 مولار، Na2S 0.15 مولار. رسانایی مقایسه کنید، رسانایی مقایسه کنید. این تله داشت بچه ها. NaCl یه دونهش میشه یه دونه Na مثبت، میشه دوتا، یه دونه Na مثبت، یه دونه Cl منفی. اگه 0.02 بریزی، این 0.02 منفجر میشه، 0.02 از این میده، این 0.2 ریختیم، 0.2 بریزیم. اگه 0.2 مولار NaCl بریزم، خب فعلا که هیچ یون نبوده، این به طور کامل تفکیک میشه. 0.2 مولار Na مثبت میده، 0.2 مولار Cl منفی میده، مجموعه میشه 0.4 مولار. این یکی Na2S توی آب میشه 2 تا Na مثبت، یه دونه S 2 منفی. اگه 0.15 مولار بریزیم 0.0، این به طور کامل تفکیک میشه، 2 برابرش Na مثبت میده 0.3، 1 برابرش هم S 2 منفی میده 0.15. 0.15 مولار اینا 1 برابرش S میده، 2 برابرش Na میده. 0.03 مولار هم از این روی هم چقدر میشه؟ 0.45 مولار. پس این 0.45 مولار یون داره، پس این 0.40 مولار یون داره. کدوم یون بیشتری داره؟ این. کی رسانایش بیشتره؟ این. پس حواستون باشه، باید ببینید چند مولار یون میده. 0.2 مولار 0.2 از این میده، 0.2 از این، کلن 0.14. 0.15 2 برابر از این میده، 1 برابر از این، کلن 0.45. این غلظت یوناش بیشتره، رسانش بیشتره. یه تمرین داریم، میگه به ترتیب مرتب کنید. من منتظر شما. میگه رسانه محلوله زیر رو مقایسه کنید. خب
بچه ها ببینید این قویه، این یه ترک، این باز قویه، پس این یه دونه الکترولیت قوی، این الکترولیت قوی، این یه دونه ترکیب یونیه، پس اینم الکترولیت قوی، این یه دونه اسید ضعیفه، الکترولیت ضعیف، این غیر الکترولیت، این که اصلا یون نمیده. اینی که غیر الکترولیته یعنی گزینه 4 هم کمترین رسانایی رو داره. اینی که الکترولیت ضعیفه میشه بعد از اون یه ذره رسان، این که اصلا لامپ خاموشه، این نارساناست، این لامپ کم نوره. حالا بین این قوی ها باید تعداد یون بشمورم، بین این قوی ها کاوهاش توی آب، کاوهاش میده کاه مثبت به علاوه اوهاش منفی، یه دهم بریزی صفر صفر، این یه دهمه میره، یه دهم از این میده، یه دهم هم از این، این میشه دو مول، دو دهم مولار، یه دهم و یه دهم، دو دهم مولار یون. این یکی چی؟ آلومینیوم سولفات، آلومینیوم سولفات بندازیش توی آب، بندازیش توی آب، هر یه دونش اینها دو تا آل سه مثبت میده، من اینجا رو پاک کنم فضا خالی بشه، دو تا آل سه مثبت میده، سه تا S4 دو منفی، هر یه دونش 900 بوده 0 0، این ناپدید میشه، دو برابرش از این میده 18 صدم، سه برابرش هم از این میده 27 صدم، پس مجموعاً چند مولار یون میده؟ 45 صدم مولار یون، 45 صدم مولار یون. هر چقدر بچه ها غلظتمون بیشتر باشه رساناییمون بیشتره، غلظت یوناش نسبت به این بیشتره، رسانایش بیشتره، پس سم از یک بیشتر، سم از یک بیشتر، 3 1 2 4. پس بچه ها اینو حواستون باشه، با هم بحث کردیم، اولا که این غیر الکترولیت اصلا رسانا نیست، داغونه، 4 اب، این اب تره، بعد این الکترولیت ضعیفه، کم نوره، این دوتایی که الکترولیت قوی هن پر نورن، غلظت یونا رو باید مقایسه میکردم، 45 صدم مولار 2 دهم مولار، 45 صدم مولاره بیشتره، پس 3 از همه بیشتر، بعد 1 بعد 2 بعد 4. غیر الکترولیت، الکترولیت ضعیف، اون قوی ها، قوی که یون بیشتری داره رساناتره. شروع کنین تمرین دوشت بچه ها، تمرین 2 رو شروع کنین حل کردن، یه تمرین ایدهش المپیادیه، ایده با حالی داره، یه دقیقه شما فکر کنید بعد من حل میکنم. میگه کدوم رو اضافه کنیم نور لامپ بیشتر افزایش خواهد یافت، 300 مول نمک خوراکی بریزم یا 200 مول NaNO3 توی نقره نیترات؟ ها بچه ها، توی نقره نیترات. خب من بگم، همه تون فکر میکنید جواب میشه گزینه 2، ولی غلط، جواب میشه گزینه 1. دلیلش، اگه NaNO3 اضافه کنی، اگه سدیم نیترات اضافه کنی، Na مثبت و NO3 منفی، اینا رسوبی ایجاد نمیشه، کلن تعداد یونات میره بالا، یونا بیشتر میشه، یونای محلول بیشتر میشه، غلظت یون بیشتر میشه، رسانایی میره بالا. ولی اگه NaCl بریزی، تله داشته، تلهش چیه؟ NaCl که میریزی، این سیلای منفی میان Ni، نگاه کنید، این سیلای منفی میان با آجی مثبت رسوب میدن، رسوب میدن، یعنی آجی مثبت شما رو از محلول میکشه بیرون و باعث میشه رسانایتون زیاد نشه، شاید کم هم بشه. نگاه کنید، این یه دهم یه مولار بوده، یه دهم لیتر، وقتی که سیل منفی میریزین، سیل منفی میاد آجی مثبت رو رسوب میده، یونا از حالت محلول خارج میشن. رسوب که رسانا نیست بچه ها. پس فلش چی بود؟ اگه داره یه پودری اضافه میکنه، به پا رسوب نده، این رسوب نمیداده، یون بیشتر، غلظت یون بیشتر، رسانایی بیشتر، نور لامپ افزایش پیدا میکنه. ولی نمک خوراکی سیل منفیش با آجی مثبت رسوب میده،
غلظت یونا رو کم میکنه. چون غلظت یونا رو کم میکنه، رسانایی هم کم میکنه و رسانایی هم آنچنان که باید افزایش پیدا نمیکنه. ما اولش 1 مولار داشتیم، اینا دیگه ما اولش 1 مولار داشتیم. میخوای عددش هم حساب کنم؟ ما اولش 1 مولار داشتیم، 1 مولار داشتیم 1/10 لیتر، یعنی در واقع 1/10 مول، 10 صدم مول داشتم، 10 صدم مول آجی داشتم، 10 صدم مول آجی داشتم، 10 صدم مول NO3 منفی. شما وقتی CL منفی میریزید روش 3 صدم مول، اینم حالا 3 صدم مول، این میاد 3 صدم از این کم میکنه، این میشه 7 صدم، 3 صدم هم اضافه شده، 1/3 و 1/7 با اون 10 صدم اولیه. این اصلا رسانایش تغییری نمیکنه، چون رسوب میده نور لامپ اون تغییری نمیکنه. اینو اگر اضافه کنم مول یونام زیاد میشه، غلظت یونام زیاد میشه، رسانایی زیاد میشه، چون آجی با NO3 رسوب نمیده. ولی اینو اگه اضافه کنی، CL منفی آجی مثبت شما رو از بین میبره، آجی و CL رسوب میشن، رسانایی دیگه زیاد نمیکنه، این نور لامپ اصلا تغییر نمیکنه. پس گزینه‌ای که رسوب بده تلس، بچه ها گزینه‌ای که رسوب بده تلس. یادتون هم باشه رسوبای کتاب درسیتون، یه باریوم سولفاتو بدونین رسوب میده، باریوم دوبار مثبت با سولفات دوبار منفی، آجی مثبت با CL منفی، کلسیوم 2 مثبت با PO4 منفی، اینا رسوب میدن. این رسوبا خطرناکه. بحث آخرمون یه بحث ساده است بچه ها، اسموز یا گذرندگی. اسموز یعنی مهاجرت خود به خودی مولکولای یه حلال، حلالمون داره حرکت میکنه از طریق قشه نیمه تراوا از جایی که رقیق تره به جایی که غلیظ تره. این پدیده اسموز نیازی به مصرف انرژی نداره و خود به خودیه. نگاه کنی، ما اینجا یه قشه نیمه تراوا گذاشتیم. قشه نیمه تراوا یعنی بر اساس اندازه و بار و این چیزا به یه سری مواد اجازه عبور میده، به یه سری مواد اجازه عبور نمیده. الان اینجا یه قشه نیمه تراوا گذاشتم، اینجا یه محلول رقیق، یه آب خالصیه، فرض کنید یه محلول رقیق هستن، حالا به جای حالا آب خالصه، اینجا یه محلول غلیظی دارم، محلول غلیظ. اگر حلال من که آبه اجازه عبور داشته باشه ولی این ذرات اجازه عبور نداشته باشن، اسموز رخ میده. این ذرات حل شونده مون بچه ها الان اجازه عبور ندارن، الان فقط قرار حلال هم حرکت کنه. توی یه لحظه میتونید بهم بگید که مولکول، پس از اول ببینید، میخوام اسموز رو توضیح بدم. معمولا یه محلول غلیظ دارین، یه بر محلول رقیق یا آب دارین، میان یه قشه نیمه تراوا میذارن، یه قشه نیمه تراوا که به مولکولای آب اجازه عبور میده، به این حل شونده ها اجازه عبور نمیده. یعنی تنها چیزی که از این وسط رد میشه مولکولای آبه. بچه ها میتونید بهم بگید مولکولای آب کدوم سمت بیشترن؟ خب سمت چپ، چون آب خالصه. پس مثلا اینجا که مولکولای آب بیشترن، به صورت تصادفی 4 تا مولکول آب میره، 2 تا مولکول آب برمیگرده. چرا بیشتر از این سمت حرکت میکنن؟ چون اینجا تعداد مولکولای آبم بیشتره، مولکولای آب بیشتری در واحد زمان از چپ به سمت راست میرن و کمتر برمیگردن. 4 تا میره، 2 تا میاد. پس برایندش میدونی چی میشه؟ برایندش انگار این که از این محل رقیق به محل غلیظ 2 تا بره. پس با گذشت زمان حلال شروع میکنه میاد به جای غلیظتر، حلال میاد شروع میکنه بیاد سمت جای غلیظتر، حلال میاد سمت جای غلیظتر، سطح آب اومد بالا و محلول غلیظم رقیقتر میشه. به این فرایند میگن اسموز. خب نگاه کنی، نگاه کنی، اسموز مهاجر، اولا که خود به خودی اتفاق میفته، حلالتون حرکت میکنه از طریق قشه نیمه تراوا از محلول رقیق به محلول غلیظ.
این پدیده نیازی به مصرف انرژی نداره و خود به خودیه. بچه ها اسموز اینطوری تصور کنید، اسموز میخواد محلولای شما رو به تعادل برسونه، اسموز میخواد محلول شما رو به تعادل برسونه، یه محلول غلیظه یه محلول رقیقه، میخواد غلظت ها رو به هم شبیه کنه. آب از محلول رقیق میاد به سمت محلول غلیظ، این غلیظه رقیق تر میشه، این رقیقه غلیظ تر میشه، غلظت هاشون قراره به هم شبیه بشه. خب اسموز پدیده ایه که میخواد غلظت دوتا محلول رو شبیه کنه. مثلا نگاه کنی، ما اینجا من یه شکل دیگه بکشم، ما اینجا فرض کنید اینجا دو تا حل شونده داریم، اینجا چهار تا حل شونده داریم، اینجا یه محلول غلیظه اینجا یه محلول رقیق. کجا مولکول آب بیشترن؟ اینجا. مولکولای آب از جایی که بیشترن میرن به سمت جایی که کمترن، مولکولای آب بیشتر این سمتی میان کمتر برمیگردن. پس برایند اگر بگیریم از جای رقیق میرن به جای غلیظ، اگر بعد از پدیده اسموز نگاهشون کنیم، اگه پدیده اسموز رو بگذاریم ازش، اسموز رخ بده یعنی حلالم از جای رقیق بره به جای غلیظ، از جای رقیق بره به جای غلیظ، این اتفاق خواهد افتاد. اینجا سطح آب میاد پایین، این قشر نیمه تراوا، اینجا سطح آب میره بالا، اینجا سطح آب میره بالا. این محلول غلیظم یکم رقیق تر شد چون آب بهش اضافه شده. اینی که آب از دست داد یکم غلیظ‌تر شد، به این میگن اسموز، که غلظت ها به هم نزدیک بشه و یه اختلاف فشاری به وجود میاد من این دوره بکشم پاک شد و یه اختلاف فشاری به وجود میاد. الان میبینید ارتفاع دوتا ستون با هم یه ذره فرق میکنه، به این اختلاف فشاری که به وجود میاد اختلاف سطح مایات فشار ایجاد میکنه، به این فشاری که الان این ستون داره وارد میکنه میگن فشار اسموزی. این از این. خب اینجا بحث کردیم یه دونه میوه خشک رو بندازی توی آب، اسموز رخ میده. آب از جایی که رقیق تره میره، آب اینجا آب رقیقه، آب خالص، این میوه توش پر حل شونده است، حالا شکر داره، ترکیب یونی داره، آب از جای رقیق میرن به جای غلیظ، میرن تو داخل میوه، میوه آبدار متورم میشه. این گذرندگی یا اسموز نامیه که به این فرایند داده. در این فرایند برخی از نمک‌ها و ویتامین‌ها از بافت میوه با آب راه پیدا می‌کنن. این داستانو ببینید، این پس شد اسموز. اسموز یا گذرندگی، ما میایم از یه قشای استفاده می‌کنیم که به یه سری مواد اجازه عبور بده، به یه سری مواد اجازه عبور نده. مثال دو تا مثال زدم، این مثالم مهمتر بود. بعد این فرایند خود به خودیه، انرژی نمیخواد، خود به خودیه. گفتم به طور خلاصه حلال از جای رقیق میره به جای غلیظ و بعد از مدتی بعد از اسموز این محلول رقیقم غلیظ‌تر میشه چون آبش کمتر شده و اون محلول غلیظم یکم رقیق‌تر میشه چون بهش آب اضافه شده. پس نگاه کنید، در اسموز محلول رقیق چه اتفاقی براش میفته، محلول غلیظ چه اتفاقی براش میفته. حلال شما از محلول رقیق میره به محلول غلیظ، این رقیق تر میشه، این غلیظ تر میشه، غلظتش انقدر پیش میره تا غلظتشون شبیه هم بشه، انقدر پیش میره تا یا فشار اسموزی مانه بشه یا غلظتشون شبیه هم بشه. این برای به تعادل رسیدن غلظت هاست، یه غلظت خیلی زیاده یه غلظت خیلی کمه،
این غلظت ها میان سمت هم، غلظت ها به هم نزدیک میشه. یه محلول رقیق، یه محلول غلیظ. آب حلال از محلول رقیق میره تو محلول غلیظ، حلال از محلول رقیق تو محلول غلیظ. اینی که رقیقه حلال از دست داده، حجمش کم شده، یکم غلیظ‌تر میشه. اینی که غلیظه حلال گرفته، حجمش زیاد شده، رقیق‌تر میشه. اینو بلد باشین تستشو میزنید. این خیلی شکل مهمی بود که توضیح دادم. خب یه فرایندی داریم، اسموز معکوس. این فرایند غیر خود به خودیه، یه فرایند زوریه. ما به جای اینکه به آب اجازه بدیم بیاد، من دستمو میذارم فشار میدم، آب از این قشار رد میشه، ذرات میمونه. نگاه کنین، اسموز معکوس رو دارم میگم. یه محلول غلیظ دارم، یه آب خالص، دستمو میذارم فشار میدم، آب و هل میدم اونور، حل شونده اینجا میمونه، آب خالص به دست میاد. اسموز معکوس فرایندیه که برای تصفیه آب استفاده میکنن. بچه ها از اسموز معمولی، از اسموز معمولی نگاه کنین، این اسموز معمولیه. آب خالص داشتی، آب دریا داشتی، نمیتونی برای تصفیه آب استفاده کنی، چون آب خالصت هم گند زدی توش، آب خالصت هم از دست دادی، آب خالصت رفت قاطی آب نمک دریا شد. از این برای تصفیه آب استفاده نمیشه. از چی برای تصفیه آب استفاده میشه؟ اسموز معکوس. میان فشار میارن، آب جدا میشه، نمک ها میمونه. به این فرایند میگن اسموز معکوس. به انرژی نیاز داره، این برای تهیه آب شیرین مناسبه. با اسموز معکوس میشه آب و تصفیه کرد، نه اسموز. اینم دستگاهشه، آب شور وارد میشه، پمپ فشار میاره، آب از این قشای نیمه تراوا آب شیرین رد میشه، آب نمکی که غلیظ‌تر شده هم میره، خروج محلول غلیظ. اینجا یه محلول رقیق وارد میکنیم، با پمپ فشار آبشو خارج میکنیم، یه محلول غلیظ میره. اینو بهش میگن فرایند اسموز معکوس. این فرایند اسموز معکوسه. بچه ها این یه محلول رقیقه، این یه محلول غلیظه. آب دریا رو میریزن، فشار میارن، آبش جدا میشه، حل شونده‌هاش هم جدا میشه. این محلول مگه غلیظ نیست؟ پس میتونم ادعا کنم این محلول رسانایش بیشتره، این محلول رسانایش کمتره. پس بچه ها این نکته خیلی مهم بودا. این شکل اسموز معکوسه برای تصفیه آب دریا. آب شور وارد میشه، فشار میارن، حل شونده ها از قشارت نمیشه، حل شونده های آب دریا از قشه نیمه تراوا رد نمیشه، آبش رد میشه، آب شیرین رو از اینجا میبرن، آب نمکه خیلی غلیظ‌تر شد دیگه، آبش رو از دست داد، محلول غلیظ رو از اینجا. یادتون باشه این محلول غلیظه رسانایش بیشتره، این محلول غلیظه رسانایش بیشتره، محلول غلیظه رسانایش بیشتر. به طور کلی بچه‌ها برای تصفیه آب سه تا روش وجود داره. یکی اسموز معکوس که توضیح دادم، تقطیرش موند، و صافی کربن. صافی کربنش خیلی ساده است، میان آب و از تو زغال رد میکنن. صافی کربن یعنی چه؟ زغال. آب و از تو زغال رد میکنن، تصفیه میشه. اما تقطیر، تقطیر چطوریه اینا؟ میان آب دریا رو میریزن اینجا، آب دریا رو میریزن اینجا، نور خورشید میخوره بهش، آب تبخیر میشه میاد بالا، آب تبخیر میشه میاد بالا، آب تبخیر میشه میاد بالا، ولی حل شونده هم هنوز مونده، حل شونده هم هنوز مونده. آب تبخیر میشه میاد بالا، بعد این سقف پلاستیکی سرده، این سقف پلاستیکی سرده، آب بخار میشه میخوره به این سقف، سرده، مایعون رخ میده، مایع میشه، چکه میکنه تو این ظرفای بغل. آب آشامیدنی، آب آشامیدنی، این آب آشامیدنیه. خب دیگه ترکیب یونی داخلش نداره، مواد فرار، مواد عالی فرار داره، اونایی که با آب تبخیر میشن. اینجا ممکنه که یه سری مواد عالی فرار باشه با آب تبخیر و مایعون بشه، اینو یادتون باشه.
الان باز بهش اشاره میکنم. اینجا ممکنه مواد عالی فرار با آب تبخیر و میعان بشن. این آب آشامیدنیه مواد عالی فرار داره و آب حل شونده نیومدن. اینجا رسانه‌ایمون زیاده، ترکیب یونی داشتیم، اینجا رسانه‌ایمون کمه، ترکیب یونیمون از بین رفت چون غلظت یونامون از بین رفت. پس اینجا به آب دریا، آب دریا رو بخار میکنن، حل شونده میمونه با نور خورشید میخوره. خب بچه ها توی روش استفاده از صافی کربن و اسموز معکوس میکروبا باقی میمونن، نافلزا آلاینده و فلزا سمی و اینا جدا میشن. بنابراین آب به دست اومده از صافی کربن و اسموز معکوس آلاینده کمتری داره، ولی با این حال باید بعد از استفاده از هر سه روش کلورزنی کنیم. این یعنی چی؟ من رو شکل کتابتون توضیح بدم اینو. نگاه کنین شکل کتاب رو اینجا با من باشین یه دقیقه. ببین نافلز تو آب تصفیه نشده، نافلز آلاینده، حشره کش، میکروب کش، نمیدونم فلز سمی، میکروب، ترکیب عالی فرار. خب هر کدوم از این روش ها چی رو جدا میکنن و چی باقی میمونه؟ اگه از تقطیر استفاده کنید، من اینا نگاه کنید، از تقطیر استفاده کنید میکروب داریم، از اسموز معکوس استفاده کنیم میکروب میمونه، از صافی کربن استفاده کنیم میکروب میمونه. فقط تقطیر، چون مواد عالی فرارم بخار میشد، مواد عالی فرارم میمونه. اگه سوال کنکور بده با کدوم روش مواد اضافی توی آب بیشتره، میگید تقطیر. ببینید هر سه روش میکروب میمونه، تقطیر مواد عالی فرار هم میمونه. اگه بگه میخوام آب رو یه جوری تصفیه کنم که مواد عالی فرار بمونه، بازم تقطیر. اگه بگه کدوم بعد از تصفیه کلورزنی میخواد، میکروب کشی میخواد، همشون میکروب باقی میمونه. پس هیچ کدوم از این آبا پاک نیست، همشون باید کلورزنی بشن تا میکروبا بمیرن. اینا اینجا ببینید، اینجا من اینو توضیح بدم. با عبور آب از صافی کربن کدام آلاینده ها هست میشن؟ همه این آلاینده ها هست میشه به جز میکروب. ترکیب عالی هست میشه، حشره کش هست میشه، فلزای سمی، آلاینده، نافلزا هست میشه. با روش اسموز معکوس هم همینا، یعنی عین همان روش صافی کربن و اسموز معکوس عین همان. آب به دست آمده از کدام روش آلاینده کمتری داره؟ صافی کربن، اسموز معکوس. گفته چرا آب تصفیه شده تو این روش ها رو باید پیش مصرف کلورزنی کنیم؟ چون در هر سه روش میکروب باقی میماند. صفحه 119. این هم از جزوه آخر اون بچه ها. ما جزوهامون تموم شد، جزوهامون رو کامل تدریس کردیم، هم پایه 10 هم پایه 11. فقط مطلبی که میمونه، من متن کتاب رو هفته دیگه براتون از هر صفحه سعی میکنم 5 تا صحیح غلط گلچین انتخاب کنم از اون صفحاتی که توی جزوه نبوده، که افسیه کتاب رو هم کامل پوشش داده باشم. فصل 1 11مون که بهتون جملات حفظیات رو دادم، فصل 1 11م اون که به کنار، صفحه 1 تا 30 رو دادم، صفحه 30 تا 48 هم دادم. ما فصل 2 11م متن کتابش رو حفظی بهتون نداده بودم، 3 11م هم متن کتاب حفظی نداده بودم. اونا رو از هر صفحه‌ای که درس ندادیم و حفظی کتاب بوده، یه 4 5 تا صحیح غلط اول نکته‌هاشو سری تون تون تو کتاب میگم بنویسید، از هر صفحه هم یه 4 5 تا صحیح غلط حل می‌کنیم که حفظیات کتاب رو هم کامل گفته باشیم. جزواتمون تموم شد، یه متن کتابمون مونده که ما اونو هیچ وقت نمیگفتیم، امسال یه امتیاز اضافه‌ای من باب کرونا گذاشتیم که متن کتابم حفظیاشو با هم بررسی کنیم، بهتون نشون بدم که صفحه صفحه تمرین تمرین همه نکته‌ها رو با هم حل کردیم، همه نکته‌ها رو با هم دیدیم.
کامل همه اون چیزی که نیاز دارین سر جلسه از درس پایه من داشته باشین، بتونین کنکور خوبی بدین. ما جزوه‌مون تموم شد دیگه، بحث بعدیمون یه ذره صحیح غلط میمونه برای متن کتاب، که اون جزوه صحیح غلط متن کتابشم من تا هفته دیگه براتون میذارم و خودم نکته‌های متن کتاب و سریع اینطوری ورق میزنیم با هم میریم جلو. اگه نکته مهمی تو هر صفحه باشه میگم و دیگه هفته بعدم شنبه یه شنبه متن کتابمونم تموم میشه. فعلا که دیگه ما درسمون به طور کامل تموم شد، کل دوامو میتونید تست بزنید. حفظی های متن کتابم اکثرا بیشترشو گفتم، یه چند تا نکته کوچولو مونده که سیاره ها چیا دارن چیا ندارن که اونو دیگه هفته بعد شرشو خواهیم کرد. مراقب خودتون باشید بچه ها.